از دوستام که اینجا اقامت داره و در کار موسیقی کلاسیک هست با من تماس گرفت و گفتش که یکی از دوستای دیگرش هستش که مسئول نوا ریکورد هست و میخواد که یه آلبوم جدیدی از جناب آقای احمد پژمان رو به بازار ارائه بده، آلبومی که خیلی هم قدیم هست به نام زنگا، و این آلبوم رو برای بیرون دادنش، عرضه کردنش به بازار دلشون میخواست که با یک برنامه هنری همزمان بشه و ازم پرسیدن که آیا میتونم روی آثار ایشون که موسیقی کلاسیک هست، که در واقع غذای کار من نیست موسیقی کلاسیک غربی، بیشتر من مانوس هستم با موسیقی کلاسیک شرقی و ایرانی برای آفریدن، ولی خب تجربهش رو قبلا داشتم و گوش دادم و بی نهایت کاراشون برام ارزشمند بود مسلماً، و خب گفتم لبیک و شروع کردیم به کار کردن. ولی در حین آفرینش یک روزی که داشتم میرفتم خدمت خودشون با همین دوست نازنین که مسئول این نوا ریکورد هست، و اونجا یکی از دوستان من که خانم گرد آفرید هست که نقال زن بی نهایت پر معلوماتی به خصوص در رشته شاهنامه و در ادبیات یاد طولایی داره، و گفتم که آره من دارم میرم جناب احمد پژمان رو ببینم برای یه پروژه‌ای برای ونکوور. گفتش که وای من از مریدانشون هستم. همینجوری شد که من اجازه خواستم که گرد آفریدم با خودم ببرم، و وقتی این دوتا با هم دیگه روبرو شدن فهمیدم که اصلا ما بایست این اتفاق رو حول و حوش محور دانش گرد آفرید بپرورونیمش، به خصوص که زمان این اجرا که همین 21 می هست میفته به هفته آخرین روز هفته فردوسی که از 25 شهریور میره تا اول خرداد، و ما برای پایان این هفته فردوسی داریم این کار رو. همه این اتفاقات فرخنده که کنار همدیگه قرار میگرفتن، میدونستی که اصلا مسیر کجاست دیگه. تو لزومی نداره که سعی بکنی که باز دوباره اشتباهی به بیراهه بری، وقتی مسیر خودش خود جلوی پای تو قرار میگیره، راه آشکار خورشید، تو میدونی به سمت شرق برای رفتن فقط باید به سمت خورشید بری. به این راحتی احتیاج نداری که تمام کواکب رو بشناسی، خورشید اونجاست، شرق شناختش از در روز خیلی ساده است. خب اینم مسیر برای من آشکار بود و منم رفتم و افسار رو رها کردم و کاملا خودم رها کردم در دل این آفرینش که همچنان داره رقم میخوره. هر روز با هر کسی که اینجا ملاقات میکنم این آفرینش داره شکل میگیره و حتی میره، چون قسم عمده ای از این آفرینش بداهه خواهد بود، میره تا به حد این که این بیننده هایی که در اون شب 21 می حضور خواهند داشت در این آفرینش نقش خواهند داشت، به خاطر اینکه انرژی اونها در تبادل انرژی اونها این اثر یگانه، کما اینکه هیچ وقت هیچ اثری ازش نیست و شاید هیچ وقت دیگه نشه تکرارش کرد، با همین گروه در حضور خود جناب پژمان، با همکار نازنینم گرد آفرید و خانم کرین گونزالس که قدیمی‌ترین همکار رقصنده بنده است، که من چشم بسته میتونم بهش اطمینان بکنم در زمینه رقص، به خصوص روی متون ادبیات فارسی که با هم دیگه قبلا سابقه همکاری داشتیم، روی عاشقانه‌های شاهنامه با اتفاقا با گرد آفرید، خود به خود زبان همدیگه رو میشناسیم، زبان دلمون، زبان هنرمون و موسیقیمون یکیه، و من میدونم که این کار رو هیچ گونه ضرورتی نداره که من به سوی پارو بزنم که خواستگاه منه، فقط بذارم که این کشتی در دل این امواج برای خودش به هر سوی که میخواد و میطلبه و بایستشه بره. و بنابراین اون جمعی که اونجا حضور خواهند داشت در این آفرینش مشارکت خواهند داشت، یعنی در واقع یک تبادل انرژی است، مثل یک اثر پروانه‌ای. به کام صدف قطره اندر چکید، ز قطره یکی گوهر آمد پدید. بدانست رستم که او برگرفت، تهمتن به دل مهر
رشن در گرفت. گفتی در و بام رامشگر است، زمانه به آرایشی دیگر است. تو گفتی مگر روز انجامش است، یکی رستخیز است یا رامش است. خب من دستی داشتم در ادبیات فارسی، به خصوص که خب از بچگی من خیلی علاقه‌مند بودم. خوشبختانه یا بدبختانه اون زمان اینترنت وجود نداشت، فضای مجازی وجود نداشت، فضاها واقعی بودن، کتابها واقعی بودن و ما هم خب سر کارمون بیشتر با کتابهای منظوم ادبیات فارسی بود. بسیار علاقه‌مند بودم به واسطه پدرم به ادبیات منظوم. خب شاهنامه هم اصلا نمیشد که ازش گذشت و شاهنامه رو خیلی برای من جذاب بود از بچگیم. ولی وقتی که با گردآفرید که مواجه شدم، من گردآفرید اصلا یه جلوه‌های جدیدی از نقالی، پرده خوانی، شاهنامه خوانی و معرفی کرد که خیلی برای من جذاب بود. ما داشتیم روی مهره سرخ سیاوش کسرایی که برگرفته از سهراب کشی، فرزند کشی توی قصه شاهنامه فردوسی، نبرد رستم و سهراب، و ما با این کار خیلی رفتیم توی شاهنامه و گشتیم. یک کنکاش بی نهایت طولانی و عمیق بود به لطف گردآفرید و همکارهای دیگری که روش کار کرده بودن. و خب ما این تجربه رو داشتیم. برای همین وقتی که دیدم که این فضا افتاد به هفته فردوسی، حضور گردآفرید و اینکه به خصوص که آلبوم های پیشین جناب احمد پژمان، یکیشون روی هفت خان بوده و یکی دیگرشون هم که به نام رزورکشن گذاشته بودن که ناگهان رستاخیز ایران، اینا خیلی به این داستان شاهنامه مربوطن و یک امتداد، یک انسجامی بین این سه تا آلبوم هست. و به دوست عزیزم که بیب اسمشو نمیگم، گفتم، پیشنهاد کردم که خب میتونیم، آیا ما صرفا بایستی فقط برای این به نمایش گذاشتن، به عرض گذاشتن آلبوم زنگا فقط بسنده کنیم به آلبوم زنگا؟ گفت نه، اتفاقا خیلی هم جذاب میشه که بتونیم از دوتا آلبوم دیگه هم بهره برداری کنیم. اینجوری شد که دیگه ما رفتیم رو هر سه تا آلبوم و این آفرینش، حالا خدا داند تا اون روز اجرا چقدر پله های جدیدی رو طی خواهد کرد، به خاطر که با بچه های جوانی که اینجا داریم کار میکنیم، امروز با پسر جوانی که قراره که این تصویرسازی ها رو بکنه روی پشت صحنه ما، آشنا شدم و دیدم که خب اونم نظرات خودش رو داره، نسل جوان، اونم میخواد یه جاهای دیگه ما رو ببره که میتونه خیلی هم زیبا باشه. بنابراین یه قسم خیلی خیلی بزرگش رو من هنوز نمیدونم چیه و امیدوارم که همه این چیزهایی که دارن کنار هم دیگه قرار میگیرن، این اتفاقهای فرخنده که اینجوری دارن به هم دیگه پیوند میخورن، همینطور به همین فرخندگی و زیبایی پیش برن تا ما به خورشید برسیم روز آفرینش 21 می. برای همین اجرای هفت پرده شاهنامه هم خب ما چون خیلی شباهت داره به اون کاری که کرده بودیم روی عاشقانه های شاهنامه، خیلی از ایده های اونجا رو ازش استفاده کردم، به آریه گرفتم، حتی از بعضی از لباس ها، بعضی از لباس ها رو پیدا نکردم، افسوس خوردم، مجبور شدم جانشینانی براشون ابداع کنم و بعضی از لباس ها صرفاً برای این برنامه طراحی شدن، بعضیشون یه قسمن از برنامه های دیگه هم گرفته شدن، اینو با هم دیگه ترکیب شدن، یه چیز جدید رو اختراع کردن. یه مثل آفرینش یه بچه که میره سر کمد مادر پدرش یه چیزایی رو برمیداره با هم دیگه قاطی میکنه، یه موجود جدیدی رو اختراع میکنه. یک آفرینش در زمینه تئاتر و رقص هم همین جوریه، یه خورده اینا رو با هم دیگه سراهم میکنی و به ذهنت نزدیکش میکنی. هر چقدر که تو بیشتر دقت بکنی برای این پردازش ذهنت، بیشتر جزئیات داره برای به عرضه گذاشتنش برای بیننده هات. Thank you.
سپاسگزارم از شما. الف، من قرار بودش که مثل الف کمگو باشم، ولی خب این حروف الف با به درازا کشید و منم پرشونگی کردم. من از شما پوزش میخوام و ازتون سپاسگزارم. بهتون شب بخیر میگم یا روز بخیر هر وقتی که این رو میبینید.